رویدادها و تحولات سیاسی در خاورمیانه و شمال افریقا که منجر به سرنگونی چند رژیم مستبد گردید، نیاز به آگاهی بیشتر در مورد بافت قومی کشورهای خاورمیانه را به مراتب افزایش داده است. در آغاز جنگ امریکا علیه صدام حسین در سال 2003، رسانه‌های گروهی دنیا سهباً از سه گروه متمایز و فعال در عراق که شامل گروه‌های شیعه، سنی و کرد می‌شد سخن گفته که این طبقه‌بندی نادرست به سردرگمی بسیاری از مردم، حتی مفسرین اوضاع خاورمیانه انجامید و تلویحاً کردهای عراقی یک گروه مذهبی و نه یک اقلیت قومی قلمداد شدند. در چند سال اخیر، همانند دوران قبل از انقلاب، اختلافات رژیم حاکم ایران با اقلیت‌های قومی به ویژه کردها عمیق‌تر از سابق شده و حتی ابعاد جهانی نیز یافته است. کمتر کسی به ایدئولوژی احزاب فعال در کردستان واقف بوده و در نتیجه این گروه‌ها به طور عموم تجزیه طلب التحاق شدند. به همین جهت فرصت را مغتنم شمرده و مصاحبه‌ای با عضو رهبری حزب دموکرات کردستان از کنگره 15 آقای حسن حاتمی انجام دادیم که بخشی از آن به تدریج از نظر شما خواهد گذشت. آقای حاتمی که از سال 2011 به سمت عضو علی‌البدل حزب دموکرات کردستان منصوب شده و دارای بیش از 30 سال فعالیت سیاسی است، دوران 4 ساله زندگی در زندان را نیز یدک می کشد. ایشان در حال حاضر مقیم فنلاند هستند و طی سفر خود به امریکا چند روزی را در پورتلند سپری کردند. با تشکر از دوستانی که تسهیلات این مصاحبه را فراهم کردند، نظر شما را به بخش اولی مصاحبه جلب می کنیم. مسئله ای که اکثراً مطرح میشه مخصوصا در رابطه با کردستان که فعالیتاش بیشتره، مسئله جدایی طلبی هستش که مطرح میکنن. حزب دموکرات کردستان ایران نظرش بر اینه که جمهوری کردستان در ایران فدرال و آزاد امکان پذیر هست و در نتیجه در کنگره 14 و 15 خود شعار اصلی خودش رو بر این مبنا قرار داده و فکر میکنه که ایران آینده بایستی ایران همه ملیت‌ها، ایرانی باشه که واقعا برای همه باشه و همه بتونیم با هم ایرانی رو چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر واقعیت‌های موجود در آن، مخصوصا رشد اقتصادی و نابرابری‌هایی که تا قبلا بوده، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر ملیتی بایستی واقعا برطرف بشه و در نتیجه این مسئله جدایی طلبی که مربوط میشه، البته به عنوان یک ملت ما فکر میکنیم که حق هر ملتی هستش که دولتی خودش رو داشته باشه، ولی فکر میکنم این مسئله خیلی جدی باشه که خود کسانی که در تهران حکومت میکنن، کسانی که طرف معامله هستن با کردها و سایر ملیت‌ها، که ما از طرف کردها و بخشی از احزاب کردی صحبت میکنیم مثل حزب دموکرات کردستان، بایستی این انگیزه‌ای که قرار درست بشه یا به وجود بیاد یا هست طوری باش برخورد بشه که به هر حال این جدایی به شکلی باصلا برطرف کنندش به نظر ما دولت مرکزی هستش که بایستی به مطالبات مردم کرد پاسخ بده و در نتیجه وقتی حزب ما این شعار اصلی خودشو در رابطه با فدرالیسم قرار داده و در اون فدرالیسم میشه گفت مثل خیلی دولت‌های مثل کانادا و همون دولت‌های اروپایی، خصوصا دولت فنلاند یا دولت سوئیس، فدرالیسمی دارند که این فدرالیسم میتونه تا اندازه زیادی به شکلی منتهی بشه که شاید الان رفراندومی بشه. اون فدرالیسم موجود که تا حدودی پیشرفتم داشته بیشتر رأی بیاره از اون جدایی طلبی که به هر حال بتونه ضعیف برخورد بکنه یا اینکه نتونه رای خودش رو ادامه بده. ولی واقعا نسل ما و موقعیتی که ما در حزب دموکرات کردستان همکنون داریم مبارزه میکنیم برای آزادی و دنیای آری از ظلم و ستم،
در رابطه با فدرالیسم ما داریم صحبت میکنیم و ما فکر میکنیم که بهترین راه برای این باشه که همه نیروهای دموکراتیک آزادی خواه بتونن پاسخهای حزب دموکرات و سایر احزاب کردستان رو در نظر داشته باشند که ما بتونیم ایرانی را بسازیم که در اون بیشتر ظلم و ستم ها از بین بره و مسائلی که در این رابطه مطرح میشه که ما به حال به این طرف یعنی مسئله تجزیه حراسی که یکی از مسائل مهمیه در رابطه با خصوصا ملت فاس که احساس ناراحتی میکنن در این رابطه، ما بالاخره فکر میکنیم که فدرالیسم شاید بهترین راهی باشه ما بیشتر بتونیم در این رابطه باش کنار بیاییم و در حزب ما آموزش ما در رابطه با فدرالیسم در ایران دموکراتیک و فدرال هستش که فکر میکنیم بهترین راه باشه برای زمانی که ما الان داریم درش زندگی میکنیم.